سلام و درود. در این ویدیو قصد داریم تا شما رو با رازهای از تخت جمشید ایران آشنا کنیم، یکی از دیدنی‌های بسیار جالب کشور ایران که در شیراز واقع شده تخت جمشید است. اگر با این بنا آشنایی ندارید حتما این ویدیو رو ببینید تا از عجایب آن و دلیل اینکه چرا اینقدر معروفه آگاه بشید. تخت جمشید چگونه ساخته شد؟ این یادگار هخامنشیان به دستور داریوش بزرگ در محلی که به گفته سنگ نوشتهش پیش از آن ساختمان و بنایی نبوده بنا شد. در ساخت تخت جمشید از مصالحی مانند خشت، آجر و چوب نیز استفاده کردند. سقف‌های کاخ‌ها و بناهای تخت جمشید از چوب ساخته شده و در دیوارها نیز خشت و آجر به کار رفته است. همین امر باعث شده که در هنگام حمله اسکندر این مکان در آتش سوخته شود و فقط قسمت‌هایی که در آنها سنگ کار شده است مانند ستون‌ها و دروازه‌ها باقی بمانند. هخامنشیان از سنگ‌های یک پارچه و عظیمی چون سنگ آهک که هم از استحکام برخوردار بود هم به آسانی تراش می‌خورد استفاده کردند. همین یک پارچه بودن سنگ‌ها عاملی برای مقاومت بنا به ویژه در برابر حوادثی چون زلزله بوده است. یکی از ویژگی‌های مهم بناهای هخامنشی سیستم پیسازی آنهاست. با اینکه حداکثر ارتفاع تخت جمشید در بخش غربی به حدود 14 متر می‌رسد، کاوش‌های باستانشناسان نشان می‌دهد که زیرسازی نما تا حدود 3 متر پایین‌تر نیز ادامه دارد. معماری تخت جمشید. در ساخت تخت جمشید هنرمندان و معماران زیادی از سراسر قلمروی هخامنشیان مانند سنگ تراشان یونانی و لیدیایی حضور و همکاری داشتند که با الهام از هنرهایی چون بابلی، آشوری، ایلامی و اوروتویی و ترکیب آن با هنر ایرانی تخت جمشید را برای همیشه جاودانه برپا کردند. راز پله های تخت جمشید. در بدو ورود به تخت جمشید یک جفت پلکان قرینه خواهید دید که باید از آنها بالا بروید. در حین بالا رفتن متوجه خواهید شد با اینکه از پله‌های زیادی بالا رفتید اما احساس خستگی نکردید. معماران پلکان‌های تخت جمشید را با شگفتی ساختند. پاخیز بسیار کوتاه و کم ارتفاع که علت آن هم این بوده است که بزرگان اداری و سپاهی بتوانند به آسانی و با وقار و در حالی که با هم گفتگو می‌کنند از آنها بالا بروند. ستون‌های تخت جمشید. یکی از سوال‌هایی که در بازدید از تخت جمشید برای شما پیش می‌آید این است که چگونه در آن زمان توانستند چنین ستون‌های عظیمی را برپا کنند. ستون‌های بلند و پابرجای تخت جمشید یکی دیگر از شگفتی‌های آن است. این ستون‌ها چند قسمت ساخته شده که با استفاده از قرقره‌های فلزی و برنزی که نمونه‌هایی از آن در خزانه به دست آمده است و با کارگیری ماشین‌های اولیه روی هم سوار شدند. زیرزمین تخت جمشید. یکی دیگه از شگفتی‌ها آبراه‌ها و کانال‌های زیرزمینی تخت جمشید است که به منظور دفع فاضلاب و آب‌ها ایجاد شدند. کانال‌های زیرزمین تخت جمشید یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های تاریخی دفع آب هستند. این سازه‌ها در برخی بخش‌ها تا حدود 5 تا 6 متر نیز عمق دارند. آب باران و فاضلاب از طریق این کانال‌ها به خارج از تختگاه هدایت می‌شد. نگاره ها و نقوش برجسته تخت جمشید. در تخت جمشید نگاره ها و نقوش برجسته زیادی وجود دارد. جالب تر آن که این نقوش دارای رنگ و تزئین هایی نیز بوده است. جای سوراخ هایی که روی آنها وجود دارد نشان می دهد که بعضی از حجاری ها برجسته و سرستون ها با سنگ ها و فلزات گرانبها، برگه و ورقه های طلایی تزئین شده و دارای رنگ بودند. نکته دیگر آن که اگر به نقوش به کار رفته در تخت جمشید توجه کنید، صحنه ای از جنگ و خونریزی وجود ندارد و تصاویری چون پیشکش های سایر ملل، بزرگان، سربازان همگی با نیمرخ حجاری شدند و حس دوستی و آرامش را نشان می دهند. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. حتما با لایک و سابسکرایبتون به همون انرژی بدین و به همون بگین که کدوم یک از عجایب تخت جمشید براتون جالب بوده و چه عجایب دیگه ای از تخت جمشید میشناسید.